فقط خودت و خودت، یا یه چیزایی راجع به چینی نازک تنهایی. مادر منم، من نیما، تنهای تنها، فقط من بودم. این نگرانی داره؟ اینجا یه جاییه واسه تنهایی. بالاخره جوون باید یه جایی برای تنهایی داشته باشه، نه؟ شما که از تنهایی من نترسیدین، فقط ذوق زده شدین. کجا؟ آره نوکرتم، قربونت برم رضا. آره چرا که نه، بعد از اون من خودم میرسونم. قربونت برم. آره کار باری نه، نوکرتم، خدافز. آردو 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 یه پارسال میخواستیم بریم اردو، اردو شمال، ولی من نتونستم. آره ولی امسال میتونم، حتما میرم، دیگه باید برم، این امکانش از حتما. آره وای فکرشو بکن، اردوی شمال تو جنگل و تنها. نه تنها که نه، با دوستام. وای ولی یه جور حس تنهایی، هیچ کس دیگه بهت کمک نمیکنه، بدون کمک هیچ کس خودت به کارات میرسی. وای مینایی معرکه نیست. چرا معرکه است، معرکه است پسر، اردو اینقدر خوش میگذره. آلی مگه تو رفتی؟ خب معلومه، یادت نیست؟ آره ولی چرا من نرفتم؟ خب برای اینکه تو وضعیتت خیلی فرق میکرد، همیشه همه نگران بودن که نتونی خودت تنهایی. بار دیگه فرق داره، فکر کنم این دفعه رو دیگه رفتی. جونه من؟ آره جان، پس من میرم ساکه ها ببندم.
به زور از روم تا رنگ رنگ دائم نیرون توی جنگ آهی گوزفن چیل پلنگ اردک جوجه مانهنگ نیرون زده زده زنگ اما خورده یه پلنگ جاش روی پاشت بومه یک جاش روی همومه بیافت یکی میخنده جنابالی یا منده پروتوس گوش کن چه میگویم تمام چراغا دوست دارم که با هم روشن بشود اون جعبه تقسیم رو ضرب در 8 بکن به علاوه 2 بکن و منهای 1 بکن آماده ای 3 2 1 عالی شد پروتوس دست درد نکنه زدکا تو نظرت نسبت به این همه نور چیه ها آخه هر چیزی جای خودش آخه هر چیزی یه حدی داره این همه افراط پولشو میدم پس به دلت مد نیار به کوری چشمای تو تمام قصر رو دادم که سراغ خودی کنن حالا صبر میکنیم ببینیم چی میشه جوجه رو آخر پاییز خوش است چی شد؟ یه بار دیگه بگو جوجه رو آخر پاییز خوش است پرشی نخوری یه چیزی میشی سنکا بله با این مسئله ات ببینم سنکای بی تربیت و بی تمدن این حرکت ما در زمان را تحسین نمی کنی ما که در زمان به جلو می رویم و از برق و تکنولوژی قرن بیستم بهره دار می شویم تحسین نمی کنی حالا اگر یهو برق رفت 2 دقیقه می تونی تنهایی رو تحمل بکنی منو از تنهایی می ترسونی نرونو ترس من همیشه تنها بودم و هیچ وقت تو زندگی بنده از تنهایی نمی ترسید سنکا تو کجایی سنکا تو اینجایی دیدی من نترسیدم دیدی تنها بودم من نترسیدم بله. دیدی که آخه تنهایی هم برنامه ریزی لازم داره الکی نیست معلومه که من همیشه واسه تنهایی برنامه ریزی داشتم همیشه سنکا بله قربان بذار دستتو بگیرم میگم سنکا ما در زمان برگشیم به همون دوره زهرماری خودمون نه قربان مثل اینکه فیوز پریده چی؟ بالاخره کار خودتونو کردین؟ من چند دفعه به تو گفتم که قفس و درشو ببند که پرنده در نره آخه فیوز که پرنده نیست آره چی گفت که فیوز پرنده است؟ یلا بگو مشعل بیاورن بودو باشه قربان شما 2 دقیقه تنهایی رو تحمل بکنید من بگم مشعل بیارن برو تا نزدمت اینجا خیلی تاریکه مشعل بیاورید مشعل مشعل بیاورید یک کدومتون میرفتید میآوردید دیگر دیوانه شدم از دستتون مشعل بیاورید دیوانه شدم کیه دیگه مادر؟ خب معلومه مال تو توی که داری تنهایی میری مسافرت ناهید شما از کجا فهمیدین؟ خیال کردی قرارتو با رضا نشنیدم؟ مادرها گوششون بیشتر از اینا تیزه یعنی اینقدر دیگه؟ بله خیلی بیشتر از اینا ببین نیما من نمیگم تنهایی نرو مسافرت اما آخه بچه ای تو سن و سال تو تنهایی مسافرت رفتنش چیه؟ ناهید نیما دیگه پسر بچه نیست میشه بفرمایید چیه؟ پیرمرد 120 ساله؟ ببین نیما جان من نمیگم نرو اما آخه اگه یه موقع تو را خدایی نکرده زبونم لال ماشین اینتون تصادف کرد ناهید یا اگه توی اردو یه موقع پات پیچ خورد یا
چه میدونم یه موقع احساس دلتنگی و تنهایی کردی. مگه قرار نیما کجا بره که احساس دلتنگی کنه؟ منوچهر جان، من با شما صحبت نمی کنم، دارم با بچه‌م حرف میزنم. چشم، با بچه‌تون حرف بزن. خیلی خوب، این چمدونه همه وسایل توشه، اینم ساندویچات، اینم قابلمه. ناهید خانم، یه دونه اردو یه هفته رفتن که این همه بارو بندیل نمیخواد. منوچهر، بچه داره میره مسافرت، اونم تنهایی، اونم بدون اینکه بزرگتری بالا سرش باشه. آیا باید سفارش های لازم رو بهش بکنم یا نه؟ بیا اینم از این. این دیگه چیه؟ تلفن همراه. اینو که میدونم مادر. میخوام همیشه در دسترس باشی نیما جان، اگه یه موقع احساس دلتنگی احساس تنهایی کردی. نه بله، خیلی خوب، دیگه را بیفت، برو به سلامت، همه چیت آماده است. دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم، خیلی دلم شور میزنه. ناهید، خواهش میکنم منوچهر، خواهش میکنم. الو نیما، سلام نیما جان، هر جوری شده خودتو خیلی سری برسون خونه، خیلی سری. آره نیما. سلام. سلام، تو چجوری اومدی؟ به سرعت. آهان، شنیدنش رو دارم. چیزی نشده، از من قایم نکنید، بگید. راستش من گفتم بیای. چون چی؟ چون خیلی دلم برات شور میزد. از مردم محروم کردین که بگین دلتون شور میزد. همین مادری رو که دلش واسه بچه کوچیکش شور میزنه بفهمی. من هنوز شام ها نخوردم. بیا بریم، بیا بریم با هم شام بخوریم. بیا نیما اومد. نبود از میون قصه ها، قصه حسن کچل، قصه ای تازه نبود. نه حسن، یکی یه چیزی خون بره، صدای تنپک میاد. چل روز من خوابیدم، از جان تکون نخوردم. ای کمبر، ای کمبر، تکون بخور، ای کمبر. چل روز سیب نخوردم، اما هنوز نمردم. ای کمبر، 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 ای کمبر. بابا حال نداری، با ما چکار داری؟ خودت من صدا کردی یادت نیست؟ همزد من تو صدا نکردم، حسن سر به سر من ندار. ببین من از اونجا تا اینجا کشوندی اومدم که چی بشه؟ بابا حسن دست رو من بالا کردی؟ حسن دست رو من بالا کردی؟ حسن دست من... دست میگی. من جدن حواظ پرسی پیدا کردم، میدونی؟ تنها شدم، همه میخوام من از این خونه بیرون کنم.
چون کچرم هیچ که من پوست نداره. اصلا لی همزه برده. البته اصلا یه مقداری همه راست میگم، ولی همزاد همزاد هر جا که باشه، هر جا که هست در خدمت توه. شکرته. باش، حالا که اصرار میکنی همه سیبای حیات رو جمع کن بیار اینجا بده به من، اون سیب دم درم بده به من. بلا همین خیلی خوب باشه. سب کن بیا یا بیا با نه با الان بیا همه بیا همه بیا 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 با تیم بیرونم بیا بیا باشه بیا تیم همه رو بزن من تمرکز داشته باشم. بیا 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 باشه بیا فکر دو دقیقه برم من بعد تمرکز داشته باشم. چشم متا نگاه نکن سیما بیا با بیا سیما بیا با برم سیما بیا با بیا با برم سیما بیا با سیما بیا با بیا با بیا با بیا با بیا من نگاه کن دیگه. همزه سیبا خو سیبا نیست، سیبا هیچ کدوم نیست. آفر همزه من کنم سیبا رو بیا بدیم من، همه جمع کنم بدیم من. تو چکار کردی سیبا رو؟ باش چند بار رفت میزنی حرف تو عوض میکنی؟ همزه من گفتم سیبا رو بدیم من، همین رو من گفتم، گفتم سیبا رو ورد رو بیا بدیم من. حالا همون چیزی که من شنفتم همون کار انجام دادم. همزه حالا یه بار دیگه ورد بخون، یه بار دیگه ورد بخون. اصلا جان نمیشه از من اصلا من رو خورد کردی. مرگ یه بار شیون یه بار همینه. پس لاغل سیب اون دم در ورد بیا اینجا. حرفش هم نزن. چرا همزه همزه خواهش میکنم چرا؟ حسن جان من تو فکر میکنی که من چقدر وردم برد داره که بتونم این کار بکنم؟ حسن جان من بشقاب پرندم حسن. من حسن بشقاب پرندم حسن. نه. میبینی مردم چقدر متوقع شدن؟ میبینی؟ همه اصلا درک نمی کنه. راست میگی. فقط من تو میفهمی. راست میگم نخواستیم بابا اصلا از خیلی سیب گذشتم. بیا بشین حیف نیم باز کاری برای اوقات تنهایی باید حرف دارم. اصلا بیا میگم که میدونی اصلا با من چی کار داره؟ الان بهت میگم. بگو میدونی همزاد دلم خیلی گرفته. همزاد جان دلم وقتی رفتی نفهمیدم کی رفته. عجب. حالا که اومدی میفهمم کی اومده. سلام مادر. چی نیست؟ حالت خوبه؟ ممنونم. خیلی خوب بود امروز. در میارم. چرا خودتو اذیت میکنی؟ نه چیزی نیست. بده من برات نگه دارم. متشکرم. میدونین تنهایی نمیتونم، باید کمکم کنین. یه جایی میذارم که خیلی راحت بتونی پیداش کنی. متشکرم. نیما بیا تا مهمونو نایمدم بیا این سالادو درست کن. بود من؟ تنهایی؟ نه تلفن بزن همه همسایی ها میان کمکت کنن. سالاد دیگه. آخ چی شد؟ دستتو بریدی؟ هیچی نیست. چرا دیگه؟ چی شد آخه؟ هیچی نیست چیزی نشده منوشه به کارت برس شما. هیچی نیست. نیما مینا خودت درست کن. نه خودم میکنم. هیچی نیست. کمک میخوام. نه باز چی شد؟ چی شد؟ اینم که دستشو آشالاش کرده. ببینم چی شد جوری که نمیشه. آخه این که اینطوری نبود که.
میگم اصلا امروز نیما سالات درست نکنه ها؟ نیما جان تو اعصابت خرابه، بذار خودم درست میکنم. تو برو مادم جونا رو سرخ کن، نمیخواد، خودم درست میکنم. چشم. به اون مادم جونا یه سر بزن ببین چیز نشه. میگم فکر نمی کنی که این نیما یکم مشکوکه؟ خیلی طول نمی کشه نیما جان، ما زود برمیگردیم. غذا تو گذاشتم اینجا رو گاز گرم میکنی میخوری، آب میوت اینجا رو میزه، حتما میخوری. اگه همسایه اومد دم در به هیچ عنوان در رو بروش باز نمیکنی، میگی اصلا کسی خونه نیست. ناهید دیر شده. الان میام. مینام زود از خونه دوستش برمیگرده که تنها نباشی، مواظب خودت باش. خب درم از پشت ما میبندیم که دیگه خیالت راحت باشه. ناهید دکتره رفت، من سردرد داره میکشتم. بابا منو چر دارم بچه رو تو خونه تنها میذارم؟ آیا باید سفارشای لازمو بهش بکنم یا نه؟ بچه رو تو خونه تنها میذارم؟ بچه؟ نیما جان ما داریم میریم، تو کاری نداری با من؟ نه فقط من تنهایی. شجاعت داشته باش عزیزم، ما زود بر میگردیم. خب خیلی خوب، بریم منو چه. خداحافظ نیما جان، خداحافظ. شما بده منم چی داره تو چند تا؟ یه روز یه پیر مرده میخواد بره بازار خرید با موتورش. خواه آفا نشی حالا تازه کجا شدید؟ بعد همسرش یعنی پیر زنه صداش میکنه، مرد دادی میری بازار اون مصفاک خمیر دندونم یادت نره. او پیر زنه دندون نداریش دیگه. دندون نداشت. والا آقا زمان کم بچگی خودمون یاد دوره خودمون. والا
حالا رو بیان قیاس کنین. اصلا قابل قیاس نیست. بله بله، بچه های اون دوره تمام کاراشونو خودشون انجام میدادن، اما بچه های این دوره نا ندارن را برن تا چی برسه کاراشونو انجام بدن. بله، من خودم موقعی که بچه بودم تو خونه تنهایی سوزن برمیداشتم نخ میکردم. برو آره خب جان کوچیکه، تو بگو چی کار میکردی بغیر از چابلوسی که همه ما در جریانیم. چابلوس رابین بگو دیگه. من صدای موبایل در میآوردم. چجوری؟ بگو نه. No response to paging. آفره! یه مدل دیگه اش هم هست. یه مدل دیگه اینجوری. من کم آوردم، کم آوردم. بشین. تاش. البته شما که استادین، تعریف نباشه من هم در دوران طفولیت هم بچگی باور کنید 10 تا خانواده رو اداره می بردم. بله. اداره می کردم. اداره می کردم. آفرین. اما بچه های این دور زمونه من میشه بهشون اعتماد کرد؟ 2 دقیقه تو خونه نمیشه تنهاشون گذاشت؟ اعتباری بهشون نیست. بله بله. دوستان باید این تقصیر کیه؟ تقصیر اونه یکی تربیتشون میکنه، اونی که از پدر عزیزتره. بشینید دوستان خواهش میکنم بشینید. شما درست گفتن که از آب آتیش به عمل میاد. بله بله. متشکر. دامن نایمدام دختر. بله نمناش بیانت بگنه. سلام پدر. سلام به همه. سلام. اون چه هم پشت خواهیم کرده؟ سی مرغه. این که بی مرغه. خب برای چیه؟ اینو بخونین. خب ببینه. خب معلومه دیگه لابد دست گل با آب دادین. پدر شما از کجا میدونستین درباره دست و گل آبه؟ خب معلومه دیگه، شما بچه های امروز 2 دقیقه تنها بذارین دست گل با آب میدین دیگه. خب حالا چی هست؟ من تو اوقات فراغتم وقتی تنها بودم کلی فکر کردم و یه طرح جدید درباره گلا و آب وسط جنگل دادم. خب بعدش طرح ما تو جنگل داری اول شد. این چی هست؟ این هم تقدیر نامشه. بس طرح ما چی شد؟ برای شما رو دادنش به آب. خوبه. یعنی چی؟ یعنی به درد نخورد. خدافظ. بله درسته. خب دوستان کم نیارید، راجب چی صحبت میکردیم؟ آب داشتیم میگفتیم که این سیب زمینی الان پخته بود، بعد دیگه باید. آها رازمونات. اون داداش دبیر جشوالت اصلا بچوانه. بله زرمار. بله خب حالا هنر کرده. خب ما هم بچه بودیم سوزن نخ میکردیم. وای منو چی؟ چرا لای در بازه؟ چقدر میزنی؟ که اگر دزد اومده خودش زود تسلیم شه قبل از اینکه من وارد عمل بشم. اینجا زلزله اومده؟ باید میشنوی یه صدایی میاد. سرم نزم. نه صدا از اونجا هست.
پس از نیما فکر خط نیماست نه؟ ببخشید داشتم میخوندم. تو این هیری ویری با من بحث نکن منو چه؟ چشم. مادر و پدر عزیزم سلام، امروز خیلی سعی کردم بعد از رفتن شما در خلوت تنهایی خودم از دست رفته رو باز در خود زنده کنم و زنده بودن آنها رو به خودم ثابت کنم. خب اما بی فایده بود، من حتی قادر به حفاظت از خانه نبودم. وقتی من در خانه تنها بودم دوستی در لباس دوست به خانه آمد و من در رو برایش باز کردم. منو چه؟ مادر، پدر، من واقعا متاسفم که هنوز قادر نیستم لحظات تنهاییم را بدون مکافات و با توانایی و قدرت سپری کنم. شاید چون هرگز تنها نماندم، شاید چون ذاتاً بی‌ارزم، شاید و هزاران شاید دیگر. به هر حال میبخشید که خانه را مثل جنگل بیدرخت به شما تحویل میدم. همیشه محتاج حضور و کمک شما هستم. چرا گفتی وای؟ برای نایید این جایی نبود که ما میخواستیم بهش برسیم. بود؟ آی نیما، 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 ما همیشه دلمون میخواست که تو توان باشی. نیما، ما همیشه دلمون میخواست که تو مستقل و متکی به خودت باشی. این یکی هم که نشد. دوست به جهنم، دوست به جهنم. ما همیشه آرزو داشتیم که تو هیچ وقت محتاج حضور و کمک ما نباشی و بتونی برای خودت تنهایی زندگی کنی. یکی هم که دیگه اصلا نشد. ندیدی؟ خودش تو نامش اعتراف کرده. چه؟ واقعا کجای کار ما خرابه که یه پسر بزرگ دو ساعت تو خونه تنها میذاری این همه مصیبت رو بر میاره؟ کجای کار خرابه؟ همونجایی که یه پسر بزرگ رو مدام پسر کوچولو و بچه کوچولو و پسر بچه صداش میکنین، جایی که بهش اعتماد نمیکنین که بره سفر، بره این طرف، بره اون طرف، جایی که منوچهر خواهش میکنم به خودت مسلط باش. چشم. منوچهر. بله. خواهش میکنم گریه نکنه به خودت مسلط باش. من کی گریه کردم؟ منوچهر خواهش میکنم گریه نکن. من ولی قربان ما میخواییم بریم سه تا بلیط هواپیما بگیریم و زودم برگردیم. همین الان برگشتیم قربان. من آقامو میخوام. منو تنها نذاری. من اینجا قربونت برم، نترس. از تو نامه؟ به درد خودت میخوره. اگه راست میگی بیا پیشم که من تنها نباشم، اینو دارم میرن. بابا نمیتونم خوشگل بابا. آخه چرا؟ خب معلومه تو مردم خوشگل بابا. بابا هنوز ننه شهرسود که نیومده که. اون هر لحظه ممکنه سر و کلش پیدا بشه. خوشگل بابا. رفتارتان وارد می شود. خوشگل بابا. اه؟ بله. تو هم برو پیش جلاد خودتو معرفی کن. خوشگل بابا. برو. قربان اینم پرستارتون که اومد پیشتون. دیگه شما تنها نیستیم، ما میتونیم بریم و زود برگردیم. بله قربان. گوش کنی چه خبره؟
این روزا سر می جنبونی همه با آهنگ هزار این ور اونور میرن. خیش راحت شدم. نه قبول نیستی که ننه شهرزاده تو استتار کرده بودی. استتار؟ عمرم؟ چرا؟ من احتیاجی به استتار کردن ندارم. من هر وقت که دلم بخواد میتونم بیام و میتونم برم. شما حالا تو برای من رنگی نداری. این دفعه رو اشتباه کردیم، چون ما داریم میریم سفر با اتوبوس. من تمام راننده ها رو فرستادم رفتم مرخصی، بلیتارم همه رو کنسل کردم. ولی ما بلیت هواپیما داریم. خرید و رفت. نه پرستار، پرستار بی خود دان نزن، اونم خیلی وقتی که رفته. کجا؟ من وقتی که بلیتا رو گرفتم با خودم فکر کردم با این همه بلیت چی کار کنم. بعد دیدم پرستار داره میاد تو قصر، گفتم میخوای بری مرخصی؟ خب اونم گفت آره. خب دیگه بلیتا رو بهش دادم رفت. ولی ما سه تا بلیت داشتیم. ولی تینا من دو تاشو قبلا پاره کرده بودم. حالا ما باید این 7 روز و 7 شب و 7 ساعت و 7 ثانیه رو تو قصد چیکار کنیم؟ خیلی راحته، شما میتونین به قصه های من گوش بدین. بهترین کار برای پر کردن لحظات تنهایی. پدر حالا فهمیدی من چرا مردم خوشگل بابا؟ یکی بود یکی نبود. پدر بزرگ خواهیت هم گوش بده پس. سلام. هنوز نخوابیدی؟ خیلی وقت بیدارم. داشتم فکر میکردم اگه یه وقت خونه رو دوز بزنه چقدر نگران میشین. خب اینکه سوال کردن نداره، معلومه. خیلی بیشتر از اون چیزی که تو فکر کنی. حالا اگه یه وقت بفهمین که منو دوز زده چی؟ اگه بفهمین که سال هاست یه چیزی رو گم کردم که بین آدمای اطراف، بین همسن و سالام، همکلاسیام، حتی وقتی با مینا تنهام، کم بودش زجرم میده چی؟ خواهش میکنم مادر، یه دقیقه. من بارها خواستم با شما صحبت کنم، ولی هر بار که خواستم با تو حرف بزنم به خودم گفتم آخه چرا؟ این آرزو به دلم مونده که یه بار، فقط یه بار دور از دلشوره مادرانه و پدرانه تو منو تنها بذارم. دیگران ثابت کنم که خودم برای خودم کافیم، یا اینکه تو لحظه های کوچیک تنهاییم خودمو دارم که یه دنیا فکر کنم یا یه کاری انجام بدم، اون وقت شما اون پسر کوچولو رو تو خودم نشونم دادی که هیچ کاری ازش بر نمیاد. مگه نه اینکه هر آدمی به تنهایی از خودش یه دنیاست؟ لابد اگه غیر از این بود آدم دوتا دوتا یه ستا ستا به دنیا میمد. ما اگه میدونستیم که پسرمون اینقدر بزرگ شده
دیگه به ما احتیاجی نداشت. مطمئن باش که خیلی زودتر از اینا دست از سرش برمی داشتی. خاطره از یک سفر تنها بخوام. به من حق بدین که یک خاطره از قبول یک مسئولیت تنها بخوام، یا خاطره از چند ساعت تنهایی. از عهدش بر نمیام، میمیرم. میدونم سخت مادر، ولی قبول کنین گم کردنش برای من سخت‌تره. من دیگه اون پسر بچه کوچولوی کلاس اولی نیستم. اون دوره تموم شد، خیلی وقت تموم شده. به من کمک کنید دنیای خصوصی خودم رو پیدا کنم. این حقو دارم ندارم؟ به من اعتماد دارید ندارین؟ از عهدش برمیام، نمیام. پدر خواهش میکنم به من کمک کنید. به شرط اینکه قول بدی اونقدر عوض نشی که از پس یه سالاد درست کردن بر نیای. چشم. شما اونو میدونستین؟ درباره تنهایی صحبت بکنیم. کسی حرفی نداره؟ من. بله بفرمایید. من حرف ندارم، خیلی باحالم. نه آره خیلی خوب دقت کنید، گفتم از امروز میخوایم راجع به تنهایی صحبت کنیم. کسی حرفی، صحبتی، چیزی نداره؟ من نه من ندارم. خیلی خوب، کی تنهایی رو دوست داره؟ من. ها خوب، شما تنهایی رو دوست داری؟ نه من صحبت دارم. خب بگو عزیزم. تنهایی چیز بدیه. چرا جانم؟ چون همه فکر میکنن انگشتای پا 14 تاست. نه اون دسته، دست. آره دیوونه، این دسته، تو گفتی؟ آره آره. خب اگر تنها نباشی چه فرقی میکنی؟ چیکار؟ بازم فکر میکنن که همه انگشتای پا 14 تاست. پس فرقی نمیکنه. چرا؟ چون وقتی تنهایی میتونی کفشتو در بیاری بری به همه نشون بدی که انگشتای پا 14 تا نیست. زدی تو پوزش. بچه‌ها به افتخارت. ولی 11 تاست. آفرین. زدی تو پوزش. خیلی خوب. تا حالا هیچ کدومتون برای تنهایی برنامه ریزی کردین؟ من سب تعریف نکن، ما هم بیرم اونجا. آره بیا تنهایی. بشین بگم. آره من برای تنهایی هم خیلی کارایی کردم. مثلا میرفتم بلیط قطار رو اینا میگرفتم، بعد میرفتم جنوب. برو جنوب. چه زیبا. خب بعد باز بلیط میگرفتم،
باز بلیت میخریدم برگشتش و باز برمیگشتم شمال. وای وای سفر، ای کاش منم میتونستم همیشه در سفر باشم. خیلی زیباست. اینجوری احساس تنهایی نمیکردم. ای سفر کرده چرا با ما نمی آیی، دلم را از همه دنیا دست. یه شعر چیزی بلد نیستی راجع به تنهایی؟ همین خوبه آبا، اینو علکی داشتم. عجیل میازید. از دریا بخون، از دریا. دریا من خیلی دوست دارم. پس هی نکنه. دریا زیباست، دریا چه زیباست، مفتون گردد هر چشم زیبا. دریا زیباست، دریا چه زیباست، مفتون گردد هی راست می چه زیب. بس بس بریم بریم. این شاکی آره. برو 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 بریم. برو برو دوکی دوکی برو. دست من بگی دوکی جان. معذرت ها. برو بشن. خیلی خوب. بلش کن، بلش کن، بلش کن. بشین سر جو. دیوانه خونه. بشین سر جو. خیلی خوب. بشین سر. دکتر پس گفتی که دوست داری بری به سفر؟ آره آره خیلی دوست دارم. خب الان بلند شو برو سفر. برو سند باستونم. برو سند باد. من تنهایی برم؟ شما با من نمیای؟ من شیلام، بعدم میپرم میام. برو سند باستونم. برو سند بادو دیدین این هفته؟ پینوکیو؟ من دیدم سند باد. سند باد تو دیدی؟ آره آره من دیدم سند باد. الان برای تو تعریف میکنم. بشینید برای تو بچه تعریف کنم. بیان تعریف کنم. دویدو ببخش من اینجا گوش نگفت نهیدم آخر. بلند شو بلند شو. سند باد. بیا بیا. مثل این که سلا در اینه اینا رو تنهایی بذارن تو عالم خودشون باشه. من داداشم به من گفت. داداشم به من گفت که سند باد شروع شده. من اومدم سند بادو ببینم. اینم نامت مال خودت. بگیر این کلیدو، از این بعد خودت درو باز میکنی. من فردا خونه نیستم که درو برات باز کنم. بسته بکن. زمین اون ساعت رو هم از اونجا بردار ببر تو اتاقت. دیگه اینقدر بزرگ شدی که ساعت رو بتونی کوک کنی. من فردا خستم میخوام بخوام. خیلی ممنون مادر. فقط بهم بگی قسم کجا گوشین، من خودم تنهایی گرمش میکنم. تجیب گرم کردن است. یعنی فردا باز دوباره خودتون. خیر اصلا قضایی در کار نیست. وقتی شما دلتون میخواد ساعت خود تو خلوت تنهایی خودتون بمونین، لابد اینقدر وقت دارین که برای خودتون تنهایی بپزین و بخورین. این حرکت آخر مادرت کیش مات.